اقدامات خشونت آمیز راست افراطی مسلمانان بریتانیا را به وحشت انداخته است. به گزارش همکارم در زمینه آخرین تحولات پیرامون نارامی‌های اخیر بر علیه مسلمانان در بریتانیا توجه فرمایید. یک گروه نظارت ملی روز یک شنبه گفت افزایش فعالیت‌های راستگرایان افراطی در هفته گذشته منجر به افزایش 5 برابری تهدیدات علیه مسلمانان مانند تجاوز به عنف و مرگ و افزایش 3 برابری در جرایم ناشی از نفرت شده است. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در مجموع 10 مسجد در شهرهای مختلف بریتانیا با حملات یا تهدیدهایی مواجه شدند. در همین راستا گروه‌ها و نهادهای اسلامی از پلیس بریتانیا درخواست کردند تا حفاظت از مساجد را در میان نگرانی مسلمانان از هدف قرار گرفتن توسط گروه‌های راست افراطی افزایش دهد. از آن سو هم در بحبوحه شورش‌های راست افراطی دولت بریتانیا بسته مالی 37 میلیون دلاری برای امنیت مساجد را اعلام کرد. این واکنش که توسط دولت صورت گرفته، مساجد در معرض خطر، بی‌نظمی و خشونت را توسط نیروهای امنیتی پلیس می‌تواند تضمین کند. تظاهرات گروه‌های دست راستی در بریتانیا روز یک شنبه برای سومین روز ادامه یافت و در پی گسترش اعتراض‌های سازماندهی شده علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت به بازداشت بیش از 90 نفر در شهرهای مختلف بریتانیا منجر شد. در برخی شهرهای بریتانیا از جمله لیورپول، بریستول، منچستر، ناتینگهام و بلفاست نارامی‌ها بیش از سایر مناطق بود و درگیری پلیس با معترضان به خشونت کشیده شد. تظاهرات ضد مسلمانان در منچستر و آلدرشات محل اقامت مهاجران با تابلوهایی که تظاهر کنندگان در دست داشتند و روی آن نوشته شده بود آنها را اخراج کنید، از آنها حمایت نکنید و آپارتمان برای غیرقانونی ها وجود ندارد برگزار شد. علاوه بر برخورد پلیس با معترضان، برخی گروه ها و افراد حامی مهاجران هم در مقابل اعتراض گروه های دست راستی سفارایی کردند و با در دست داشتن گرفتن پلاکارت هایی شعار پناهندگان به اینجا خوش آمدید را سر دادند. تظاهرات حدود 1000 معترض علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت بریتانیا پس از آن آغاز شد که روز دوشنبه در حمله‌ای بی سابقه با چاقو به دختر بچه‌های دبستانی 3 کودک 6، 7 و 9 ساله در ساوت‌پورت کشته شدند. در جریان تظاهرات روزهای گذشته، گروه‌های دست راستی در شهرهای مختلف بریتانیا معترضان علیه سیاست‌های دولت شعار دادند و اخراج مهاجران غیرقانونی به ویژه مسلمانان را خواستار شدند. آنها با سر دادن شعارهایی مانند قایق‌ها را متوقف کنید، تأکید کردند که از دولت می‌خواهند برای مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی اقدام‌های بیشتری انجام دهد. دولت بریتانیا اعلام کرده است که حق آزادی بیان را میپذیرد اما با بی‌نظمی، ایجاد اختلال و رفتارهای خشونت‌آمیز به طور جدی مقابله می‌کند. پلیس بریتانیا نیز معترضان را اراذل اوباش خوانده و اعلام کرده است که برای مقابله با تظاهرات بیشتر در روزهای آینده نیروهای بیشتری به خیابان می‌فرستد. روز شنبه وزیر کشور بریتانیا هشدار داد که هر فردی درگیر بی‌نظمی غیرقابل قبول باشد با مجازات حبس و ممنوعیت سفر در کنار مجازات‌های دیگر مواجه خواهد شد. اوایل این هفته نیز کیر استامر نخست وزیر جدید بریتانیا یک برنامه ملی جدید برای مقابله با بی‌نظمی خشونت‌آمیز را تایید و اعلام کرد که این دستورالعمل‌ها برای کمک به سرکوب گروه‌های خشونت طلب و اعطای اختیارات بیشتر به نیروهای پلیس در نظر گرفته شده است. با این حال به گزارش برخی رسانه‌ها پیش‌بینی می‌شود اعتراض‌ها علیه مهاجران غیرقانونی در بریتانیا در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد. از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آی دکتر علیزاده، درود بر شما. آی دکتر، تحلیل شما از آنچه در بریتانیا بر علیه مسلمانان توسط راست افراطی در جریان است چیه و آینده مسلمانان را در بریتانیا با توجه به آنچه که امروز در حال وقوع است چگونه پیش بینی می‌کنید؟ بفرمایید.
خب دو بخش داشت پرسش شما، یکی این که جریان راست افراطی چه میگوید چه میکند، و دوم که در آینده برای جمعیت مسلمانان انگلستان چه اتفاق افتاده. در خصوص راست افراطی، ببینید اول باید این توضیح رو بدم که راست افراطی یک جریانی است که در گوشه گوشه ایال امریکا، قاره اروپاش فعال هستند. مثلا خانم لوپن در فرانسه همین نگاه رو داره، در لهستان، در بسیاری کشورهای اروپایی راست افراطی به دنبال این هستن که مهاجرها رو بیرون بریزن، اهم از مسلمان و غیر مسلمان. منتها به دلیل اینکه جمعیت مسلمان ها که از خاورمیانه، بیشترشون از خاورمیانه و ایران و افغانستان و سوریه و اینها آمدن، جمعیت بسیار زیادی است. بحران خاورمیانه همینطور پمپاژ میکنه مهاجران به داخل کشورهای اروپایی، به ویژه مسئله مسلمان ها برجسته شده. شما یادتون هستش که قرآن، شما یادتون هستش که قرآن سوزی انجام شده، شما یادتون هستش که به مساجد مسلمان ها حمله شده، از جمله اینکه درخواست دارن که مانع وارد شدن مهاجران مسلمان باشن. در امریکا هم یادتون باشه ترامپ مازلم بند رو به اجرا گذاشت. پس این جریانی هستش نه فقط در بریتانیا، بلکه در سراسر اروپا و حتی در امریکا هم این جریان خیلی قوت پیدا کرده، صدا پیدا کرده. نکته دوم این هستش که بریتانیا نشان داده که مانند یک ولکینو، مثل یک آتش فشان هستش که یک دفعه در اثر یک حادثه، همون کشته شدن سه کودک، یه دفعه ببینید الان 3-4 روز کشور ملتهب شده بوده، 7-8 شهر مهم در التهاب شدید به سر میبرن و ادامه هم خواهد داشت. پس اینکه دولت بریتانیا هم کاملا سوار باشه بر مسئله و بتوانه کنترل کنه بعید هستش. اما قسمت پایانی پرسشتون این بود که خب وضعیت مسلمان ها در اینجا چگونه خواهد. کافیست که شما به کشور انگلستان سفر کنید، خواهید دید که در اینجا مراکز اسلامی مسلمان ها یا ایام مثلا وفیات و اینها خیلی پررنگ هستند. حتی برای مسئله غزه، راهپیمایی هایی که در اینجا انجام شده بود، واقعا جمعیت چشمگیری آمده بودند در دفاع از فلسطین. حالا نمیخوام بگم همشون مسلمان بودند، ولی معلوم بودش که این ابتکار به دست مسلمان ها نه انجام شده. من به فکر میکنم که دو نقطه قوت وجود داره. یکی این که دستگاه حاکمه در بریتانیا اساساً این گونه تفکر راست افراطی رو بر نمیتابد. این خیلی نکته مهمیه. و نکته دوم این که جامعه مسلمانان در اینجا یک جامعه ریشه دوانده است، مال امسال و 2 سال و 10 سال و نمیدونم 20 سال نیستش، اینا ریشه دوانده هستن از دوران هند انگلستان، اینها به اینجا آمدند و ریشه دواندند. و دیدید دیگه، بسیاری از سیاست ورزان، شهردار پایتخت و خیلی هاشون اصلا مسلمان هستن، مثل صادق خان. از این جهت گرچه تلخ هست صحنه هایی که نشیده، حملاتی که مثلا به مراکز مسلمان ها شده، ولی به نظرم طوری نیستش که بتوانند آسیب بسیار جدی در به سراپرده حضور گروه های مسلمان ها در بریتانیا بزنند. همینطوره، بله. با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.